قاسم جان سلام. سلام سلام، صدا من میاد؟ صدات میاد. من بگم 262 هم نفر آخره، بعد از تو میرم سراغ 262. آقا اول یه پیشنهاد بدم، توی پرایوت چت هماهنگ کن اگه بچه‌ها میخوان با هم دیگه با نفر قبلی یا نفر بعدی هر چی صحبتی بکنه دو نفری بیار بالا، یکی یکی میاری بالا، حالا شاید دو نفر بخوام با هم دیگه بحث بکنه در مورد، حالا جملات قصار هم میگم، ما یه جمله قصار بگیم از ولتر، میگفت ما اروپا به جایی نمیرسه تا زمانی که آخرین آجر آخرین کلیسا رو بکوبیم تو سر آخرین کشیش. حالا این جمله گفت، نه اینکه حالا خیلی موافق باشم، ولی آجر ما طرفداری از آجر کوبیدن توی هیچ سر کشیش نیستم. من موافق نیستم، فقط در مورد افغانستان می‌خواستم بگم. گفتی که الان مردم آمریکا تصمیم گرفتن که ارتششون از افغانستان بیاد بیرون. خب اصلا مردم آمریکا از اول چه حقی داشتن که تصمیم بگیرن که ارتششون وارد افغانستان بشه؟ وقتی تصمیم گرفتن الانم باید باشن پاش. نمیشه که یه زمانی تصمیم بگیرن که بریم اونجا، حالا بگن نه مثل این که خیلی حال نداد بیاین بیرون، اصلا گوره بابای هر کی اونجا هست. وقتی یه تصمیم میگیری این مغلطه توران، این مغلطه توران زوز میکرایت چی میشه به فارسی؟ یه جوری میگی من نمیدونم. توران زوز میکرایت، دو تا غلط یه اشتباه درست میکنه معذره. یه بار دیگه بگوین، دو تا غلط یه چیز سالم نمیسازه، مثلا دو تا غلط یه چیز کار درست نمیشه، از ترکیب دو تا غلط یه چیز درست در نمیاد مثلا، یه همچین چیز. دقیقاً چون که یه کار اشتباه کردن قبلا معنیش نه، من میگم این اتفاقی که الان افتاده عواقب اون تصمیم اولیه است. این دو تا غلط که داریم میگم، خب دو تا غلطه درسته، ولی عواقب که رفتن، ببین تو رفتنشون تو افغانستان رفتنشون هم غلط بود، بیرون اومدنشون هم غلطه. واسه همین میگم نمیشه، نباید بیان بیرون دیگه، یعنی غلط دومی رو نباید انجام بدن، باید جدا جدا قضاوت کرد. خب نمیتونیم بگیم چون اون غلط اون کار غلط انجام دادن برای همین الان باید بمونن. خب دو تا دولت جداست، دو تا انتخاب جدا، دو تا تصمیم جداست. خب اونو میگیم غلط، حمله اولیه رو بگیم غلط. خب حالا باش اون جدا، الان برای چی باید بمونن؟ الان نظر چیه؟ به نظر تو آمریکا باید بیرون میامد یا نباید بیرون میامد؟ این اول ببینم. الان باید یعنی ببین، دولت آمریکا چون وظیفش به مردم آمریکاست و مردم آمریکا میگن، از دولت آمریکا میخوان که تو افغانستان نبودی نباشی، وظیفه دولت آمریکا این بود که بیاد بیرون، ولی نه به این شکلی که اومدن بیرون. خب یعنی روش اومدن بیرونشون به شدت اشتباه بود، بدون هیچ امتیازی از طالبان، بدون این که بیان اول بگن که اولین شرط اینه که شما با بقیه قدرت ها یه حکومت اشتراکی مشترک تشکیل بدین، بدون این که یک ذره اصلا منتظر باشن طالبان امتیاز بده، ترامپ اومد یه قرارداد باز که ما هم میریم بیرون تموم، هیچ چیزی منتظر هیچ چیزی نیستیم، هیچ شرط شروطی هم نداریم، میریم بیرون. تاریخش هم یه تاریخ به شدت سریع گذاشت، بدون اینکه اصلا با هیچ کسی هم متخصصی هم دربارش بره صحبت بکنه. یه چیزی بود که مردم آمریکا می‌خواستن، آمریکا ترامپ هم چون خیلی می‌خواستش که کسایی که طرفدارش هستن و چیزایی که می‌خوان سریع بدون هیچ تخصصی، بدون هیچ نقشه‌ای سریع بندازه بهشون بده، اینو بهشون داد و هزینه‌ش هم الان هم بایدن هم اتفاقا نمیگم نقدیش به بایدن نمیشه کرد. خب بایدن هم توی چند ماه گذشته روشایی که انجام داد، یه سری نقشه کشیایی رو که بعد می‌کشی، یعنی خب پیش‌بینی‌های خودشون هم غلط بود. یعنی درسته که بایدن مجبور شد قراردادی رو که ترامپ امضا یعنی قبول کرد ادامه بده، ولی پیش‌بینی‌هایی هم که می‌کردن، البته هیچ کسی پیش‌بینیش این نبود که به این سرعت انجام این طالبان میومد تا کابل میرفت، هیچ کسی این پیش‌بینی رو نمی‌کرد، ولی باید تو یکی از پیش‌بینی‌هاشون حتی به احتمال کم باید این می‌بود و باید نقشه‌هایی که می‌کشیدن برای حداقل برای کسایی که برای آمریکا کمک کردن، کسایی که مثلا فعالان حقوق زن و اینا تو افغانستان بودن، یعنی بایدن هم نقد میشه زیاد ازش کرد که نقشه درست حسابی برای اونا کشیده نشده بود. الان خودشون خیلی واضحه که یعنی دیدن کارهایی که دارن میکنن نشون میده که هیچ نقشه درست حسابی برای این اتفاقا نداشته. یعنی نقد من بیشتر از ترامپ دارم، ولی خب بیشتر نقد من از روش بیرون اومدنه، نه اینکه دارن میان بیرون. باید مجبور بودن بیان بیرون. قابلیت مبارزه با طالبان و نگه داشتن افغانستان رو دیگه دولت آمریکا نداره و یعنی اگه امسال نمی اومدن بیرون،
5 سال دیگه میومدن بیرون یا 3 سال دیگه میومدن بیرون هزینه‌اش از اینم بیشتر میشد. یعنی همین به همین نتیجه میرسیدیم، ولی با تعداد آمریکا دولت تنها فرقش این میشد که دولت آمریکا سربازای آمریکایی بیشتر کشته میداد و با مالیات مردم آمریکایی بیشتر. یعنی به همین نتیجه میرسید اگه بیشتر صبر میکرد ولی با یه هزینه بیشتر چیزی رو که میتونه هزینه رو کم بکنه. این روش بیرون اومدن بود، نه زمان بیرون اومدن. در مورد این حالا روش شش تا بود که من موافقم باهات، ولی خب نمیشه که مردم آمریکا برای یه کشور دیگه تصمیم بگیرن. حالا اومدیم و فرد و مردم آمریکا تصمیم گرفتن آقا بریم اصلا برای همین دارن میان بیرون بگیری. خب نباید اینجوری میومد بیرون. وقتی شما یه کار غلطی میکنی باید اول عواقبش رو درست بکنی بعد بیای. اینجوری که اومد بیرون من قبول دارم، ولی من میگم حرف ما یکیه. مدت رو داریم میگه که بیرون آمدن آمریکا از افغانستان رو به خاطر اینکه مردمش میخوان توجیه میکنه. من میگم نه، اینجا خواسته مردم آمریکا اصلا مطرح نیست. اصلا 100% مردم آمریکا بخوام بیان بیرون، دولت آمریکا مسئولیتش مردم آمریکا، این نماینده مردم آمریکا است، نه نماینده مردم افغانستان. منافع مردم آمریکا رو نباید با تخریب منافع مردم دیگه به دست بیاره. آخه ببین تخریب موقعی کرد که رفتن وارد شدن. اینا 20 سال بالاخره اونجا بودن که یه فرصتی بدن به افغانستان که بتونه روپای خودش وایسه. اگه 20 سال نتونست افغانستان به اینجا برسه، دیگه چند سال دیگه باید مردم آمریکا هزینه میدادن میموندن اونجا؟ که ارتش افغانستان کجا بود تو این چند روزی که طالبان داشت حمله میکرد؟ خب ببین مشکل داره وقت داشتن ارتش افغانستان تجهیز کنه. دقیقاً، یعنی ببین بالاخره دیگه 20 سال هزینه کردن، 20 سال آموزش دادن، 20 سال بهشون وقت دادن. دیگه اگه آمریکا تو 20 سال نتونست این کار رو بکنه که یک ارتشی برای افغانستان بسازه که اینجوری نیاد طالبان فتحش بکنه، تو فکر میکنی 30 سال دیگه هم وقت میذاشتن به این همچی جایی میرسن؟ نمیرسیدن، فقط هزینهش بیشتر میشد. یعنی تلاششون رو کردن. من دیگه نمیدونم دیگه چیه. ببین مردم آمریکا الان دارن میگن ما داریم خون سرباز آمریکا میدیم برای یه چیزی که شما، یعنی تو فکر میکنی بیشتر میدن به خاطر تصمیم و اشتباه خودشون، نه به خاطر خب اینکه حالا خزینه داره بیام بیرون. خب مردم آمریکا میشون گرفتن. ببین شما نمیتونی از لبی نه پایین و تلاقش میشونی برگردی بالا میفتی. سرباز آمریکایی نخه، اون سرباز آمریکایی که داره میمیره و اون مردم آمریکایی که دارن مالیات میدن، اونا که اون تصمیم رو نگرفتن. میگن یه دولت دیگه بود که یه تصمیم غلط کرد، یه غلط گرفت. خب ما نباید این کارو میکرد. ما یه دولت دیگه داریم که این نباید دوباره تصمیم غلط بگیره برای ما، چون اون دولت قبلی یه تصمیم گرفت. میگن مردم آمریکا میگن مگه ما این تصمیم غلطو گرفتیم؟ اون دولت تصمیم غلطو گرفت، الان ما 20 سال هزینه‌شو داریم، دیگه چرا باید 20 سال دیگه هزینه‌شو بدیم؟ مردم آمریکا رأی به کسی دادن که این کار رو کرد، نمایندهشون بود. میتونستم یکی دیگه رأی بدن. خیلی خوب، وقتی رأی میدن باید تصمیمشون باشن دیگه. خیلی خوب، پس تو کجا نمیشه باید ببین تو میگی که باید تو خب بود بالاخره رأی دادن. قاسم تو میگی که اینا اگه میتونن هزینه‌شو دیگه ندن، خب میتونن، این توانایی رو دارن که دیگه هزینه‌شو ندن، خب اینا باید خودشون بگن که ما یه گناه کردیم و تا ابد باید هزینه‌شو بدیم و بمونیم ابد. نه اون مردم، یعنی انگار که مثلا ما یه گناهی کردیم باید بیایم سرباز آمریکایی رو چیز کنیم، قربانی بکنیم به خاطر تقاضا پس دادن به گناهایی که ما کردیم. میتونیم دیگه ندیم، ولی همینجوری میایم میدیم مالیات آمریکا رو تا 20 سال دیگه اضافه خرج کنیم، سربازای آمریکایی رو کشته بدیم، با اینکه اینا به هیچ جا نمیرسونه و هر موقع بریم بیرون دوباره برمیگرده به طالبان، ما همینجوری بازم هی ادامه هزینه بدیم به خاطر گناهی که تو گذشته کردیم. خب اینا اگه بتونن این کارو نکنن، ما نمیکنیم. ببین اینا میگن که ما اگه بتونیم این کارو بکنیم نمیکنیم، هزینه رو اگه بتونیم ندیم نمیدیم. عوضش مردم افغانستان میدن. خب مگه من میگم این عالی، تو فکر میکنی من میگم این خوبه؟ من میگم باید موافقم. من مشکل اختلاف نظر ما فقط در مورد این که نظر مردم یه اشتباه حکومت رو توجیه نمیکنه در مورد این که مردم یه کشور دیگر رو به بدبختی بکشونه. ببین این موضوع توجیه یا غیر توجیه نیست. من میگم انتظار دیگه، انتظار چیه؟ یعنی شما فکر میکنین که مگه میشه اینطوری نشه؟ خب انتظار این بود که از اول باید فکر اینجاشو میکردن. اون روزی که وارد افغانستان شدن با فکر اینجاشو میکردن، اشتباه کردن. نمیشه بگی آقا ما بری بزنی تو گوش طرف و بگی ببخشید من شما رو اشتباه گرفتم با یکی دیگه، خداحافظ. من این نه دیگه با تو اولش باشی نه. خب حالا میتونن نباشن،
اگه میتونن نباشن چه با چه زوری میخوای بیه بگی که باشه و ندارن قابلیت دیگه. همین میگه، میگه زورگویی دیگه. خب آره ایران پس فوتبال میکنه تو سوریه، داره مردم سوریه رو میکشه دیگه. ببین من تصمیم گرفتیم به قول ظریف که ما تصمیم گرفتیم اینجوری زندگی کنیم. ببین قاسم، من دارم نمیام بگم که تبریک بگیم به دولت آمریکا و به مردم آمریکا که بگیم آها شما خراب کردین و الان هم دارید میگیرید و مردم افغانستان دارن میگن دارن هزینه شده. میدونم حرفتو قبول دارم، من دارم میام میگم که ببین ما بر اساس جوری که دولت آمریکا کار میکنه و جوری که مردم و ببین دولت جدید آمریکا، من دارم میگم اتفاقی که داره میفته اون جوریه که ما قرار ببین، من دارم منظورم اینه، شما کسی داره که میخواد بیا نگاه بکنه که درش اتفاقی میفته انتظار دیگه ای نمیتونست داشته باشه. یه دولت آمریکا، دولت جدید آمریکا، خب مردم مخصوصا دموکرات های آمریکا انتظار دارن که این دولت از جاهای دیگه، از کشورهای دیگه بیاد بیرون. خب و این یک کاندیدای انتخاباتی بود که یکی از قولاش به این مردم این بود که من از کشورهای دیگه شما رو میارم بیرون و بیشتر به چیزایی که برای مردم آمریکا مهمه بیشتر رو اون چیزا تمرکز میکنه. خب یه سری قولایی داده که هنوز نتونسته بیاره برآوردشون کنه، یعنی نتونسته مثلا چیز قولای دیگه ای که داده هنوز به واقعیت نیومده. خب اون چیزایی رو که میتونه انجام بده رو باید به نظر خودش، ببین فقط 4 سال بیشتر وقت نداره، این باید بتونه یه کارنامه‌ای داشته باشه برای انتخابات بعدی که بیاد بگه ببینین اینو 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 من قول دادم و شما اینو 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 می‌خواستین و این چیزا رو من به شما دادم. خب یعنی و مردم آمریکا الان خیلی خیلی حساسیت دارن به اینکه دولتشون هم جمهور، این چیزی هست اتفاقا هم چپیا هم راستیا به این اتفاقا هم نظر شدن که که دولتشون، یعنی هم ترامپ خیلی حساسیت داشت به اینکه ما هزینه ندیم تو کشور دیگه وقتی تو کشور خودمون مشکل داریم، هم بایدن این حساسیتو داره. یعنی این چیزی هست که حتی اختلاف نظر هم دیگه بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها تو آمریکا نیست. یعنی من موندم شما میخواستیم پس چی بشه؟ یعنی شما میخواستیم بیان بگن که آره من این قول رو به مردم آمریکا دادم، مردم آمریکا هم اینو نمیخوان، ولی ما و این هزینه ای هم که میدیم توی افغانستان به هیچ جا نمیرسونه، طالبان هر موقع ما بیان بیرون طالبان برمیگرده به قدرت، ولی چون ما یک اشتباهی کردیم 20 سال پیش، ما وظیفمونه که 20 سال دیگه هم هزینه بدیم بخاطر اینکه این بالاخره اشتباه ما بوده و حق مردم افغانستان نیست و ما اینجوری. و دولت آمریکا یه دفعه یه وجدانی پیدا کرده که مردم افغانستان براش مهم شدن و مردم آمریکا چیزی که میخوان رو گذاشته کنار و یه دفعه یه تصمیم گیری میکنه که هیچ وقت تو تاریخش هیچ کشور اینجوری تصمیم گیری نکرده. آها ما بگیم بایدن چرا داری میمونی تو افغانستان؟ فکر میکنی به نتیجه میرسه؟ نه من فکر نمیکنم به نتیجه میرسه، ولی چون ما اشتباه کردیم، یه دولت دیگه یه اشتباهی دیگه کرده، ما باید مردم آمریکا باید تقاضاشو پس بدن و ما برای اینکه چون من باید ما باید هزینه بدیم، من میخوام مالیات مردم آمریکا رو همینجوری خرج بکنم تا 20 سال دیگه هم مردم آمریکا بعدم بره بگه مردم آمریکا مگه شما به بوش رای ندادین؟ پس حقتونه که این بلا سرتون بیاد، شما بودین که به بوش رای دادین و برای همین شما باید مالیاتتون بره برای نگهداری از مردم افغانستان. شما فکر می‌کنین این حکومت، این دولت بقا دوام پیدا می‌کنه اگه همین چیکار بکنه بایدن؟ ببین صرف عملی کردن وعده که مهم نیست، روش عملی کردنش مهمه. خب من میگم که خب بعد امیدن روشش بود از اول باید ببینین. این میگم این اشتباهیه که بالاخره اونور تو آمریکا انجام شده، چه مردم چه دولت چه هر کی، و دودش داره میره تو چشم مردم افغانستان. خب این که حالا مثلا مثل این که جمهوری اسلامی هم بیاد بگه آقا من این ویروس منحوس رو مثلا ریشه‌کن میکنم، بیاد وعده بده، بعد بیاد هر کسی که مبتلا شده رو یه جوری حذفش کنه، بعد بگه آقا من دارم ویروس رو حذف میکنم دیگه، قول دادم دارم عملی میکنم، شما چیکار کردین؟ این مثالت خیلی بی‌انصافانه است. ببین ما که چرا روش مهم، من یه مقدار مثالم اگزاجره بود، ولی خب روش مهمتر از هدفه. این روش توی این مسائل روش مهمه. ما که از همون اول گفتیم، ما که قبول داشتیم که روشی که این خروج آمریکا از افغانستان شکل گرفت به شدت اشتباه. آره که هر دو موافقیم، اینه که موافقیم اشتباه. آره این که تو داری میای میگی که این روش نه این روش اشتباهه، با این که با هم اختلاف نظر نداریم. من میگم اگه قرار بود آمریکا بیاد از افغانستان بیرون، خب باید میامد بیرون به خاطر
مشکلاتی که وجود داره برای آمریکا، روش اشتباه بود. اینو که من قبول داریم، روش به شدت اشتباه بود. اینو که قبول داریم با هم. میدونم برای مورد اختلاف نظری نداریم، ولی خب این بحث احساس میکنم داره تکراری میشه دیگه حرفامون. یه چیزی هم بابک گفت، گفتش که آمریکا تو ژاپن و آلمان هم نیرو داره، ولی خب دلیلش فکر میکنم اینه که اونجا هزینه نمیده، کشته نمیده تو آلمان و ژاپن، تو افغانستانش کشته میده، مثلا همین اومد بیرون. بله، و مردم آلمان هم میخوان، که مردم آلمان میخوان و هیچ هزینه هم وجود نداره. و تازه مردم افغانستان هم احساس میکنم میخواستن که باشن. آره درسته، اونا میخواستن، ولی خب نه تنها هزینه نداره برای دولت آمریکا تو آلمان بودنش، اتفاقا صرفه‌جویی هم براش میشه. خب برای اینکه مثلا دولت آمریکا الان میخواد تو خاورمیانه کمتر باشه، ولی علیه روسیه حساسیت داره. خب و فرض کنین که اگه تو آلمان مثلا آمریکا پای هم آلمان صرفه‌جویی میشه براش که آمریکا اونجا باشه، خب برای اینکه آلمان لازم نیست هم خودش به تنهایی نگران روسیه باشه، هم صرفه‌جویی برای آمریکا میشه برای اینکه اگه پایگاه‌های نظامی تو آلمان نداشت، علیه روسیه خیلی هزینه بیشتر باید میداد که بتونست مقاومت بکنه. خب یعنی اتحاد بین آلمان و آمریکا تو پایه نظامی آمریکا توی آلمان برای جفتشون برده و نه تنها هزینه نداره و نه تنها مثلا آمریکایی اصلا کشته نمیشه تو آلمان، که خب نه تنها هزینه نداره، اتفاقا صرفه‌جویی هم برای ارتش آمریکا میشه. برای دوست قبلیمون هم یه چیزی گفتن، من یادم رفت، خواستم در موردش بگم، کاش دو نفر میوردی بالا، حرف که زیاد انقدر این شاخه اون شاخه رفتم، من حرفاشون اصلا یادم رفت کدوم حرفشون رو خواستم جواب بدم. من فقط یه چیزی بگم، من امیدوارم کسی فکر نکنه من دارم میگم که اتفاقی تو افغانستان، یعنی واقعا مردم افغانستان ظلم شده به شدت ظلم شده. یعنی من اگه دارم میگم که آمریکا قدرت اینو نداره که مثلا طالبان رو شکست بده، هم قدرت سیاسیش رو نداره، هم قدرت نظامیش رو نداره، خب یعنی معنیش این نیست که این اتفاقی که داره میفته خب اشکال نداره. میرونی یعنی یه موقعی کسی فکر نکنه من بگم که مثلا این جرمی که داره علیه مردم افغانستان میشه، حقشون که داره گرفتار میشه، این فاجعه نیست، این فاجعه است. خب و خیلی از مسئولیتاش هم، البته همه مسئولیتاش علیه به خاطر دولت آمریکا نیست، خیلی از مسئولیتاش، ولی خیلی از مشکلاتی که داره اتفاق میفته به خاطر اشتباهات، انتخابات اشتباه دولت‌های این دولت آمریکا و بیشترش هم دولت‌های قبلی آمریکا است. خب اصلا به وجود اومدن طالبان، قدرت گرفتن طالبان، خیلی هاش مسئولیتش به خاطر دولت‌های قبلی آمریکا است. خب من اینجا نمیخوام فکر کنیم من دارم از آمریکا، از مخصوصا از دولت‌های قبلی آمریکا دارم دفاع میکنم، ولی من فقط میخواستم چیزی که داشتم بهش اشاره میکردم اینه که انتظاراتمونو، ما اگه میخوام انتظاراتمونو بر اساس واقعیت‌های نظامی و واقعیت‌های سیاسی متناسب بکنیم، معنیش نیست که راضی باشیم از اتفاقی که داره میفته. میدونی منظورم چیه قاسم؟ آها یه چیزی هم گفتن، آقا مجید گفته بود که روسیه پشت کشورهایی که باش قرارداد دارن میمونه. خب پشت کدوم کشور موند؟ روسیه مثلا با بشار اسد دستش توی کاسه گذاشت، مردم رو سوریه داشت میکشت، الان مثلا مردم ایران از همراهی مثلا روسیه، منظور از مردم حکومت دیگه. آره نه اون کشور رو گفت، نه حکومت رو. خب حالا مثلا مردم ایران چه نفعی میبرن از همکاری جمهوری اسلامی با روسیه؟ به اتفاقا برعکس، آمریکایی که هر جا میره، چون کشوری که با آمریکا همکاری کردن، ببین از همون ویتنامی که این همه باش جنگ کردن، بعدش اومد باش همکاری کردن، چقدر ویتنام پیشرفت کرد. مثلا آلمان اگه مثلا آمریکا اون طرح مارشال بود چی بود اگه اجرا نمیکرد، که آلمان نمیشد، همه کشورها در واقع الان کشورهای عربی هم که میبینی اونایی که با آمریکا رابطه خوبی دارن اکثرشون پیشرفت کردن، چند درصدشون مگه ضرر کردن؟ خب ببین اولا یه چیزی بگم، خب بعضی از موقع وقتی مردم میگن سوریه، من به جای اینکه بگن حکومت سوریه به خاطر اینکه مردم سوریه رو منظورشون نیست، ما خودمون بعضی موقع این اشتباه میکنیم. ما چند بار گفتیم که عربستان این جنایت رو کرد، در صورتی که باید میگفتیم مثلا حکومت عربستان، که مردم عربستان رو مثلا نگیم. خب یعنی
درسته که باید حواسمون باشه ولی خودمون هم این اشتباه رو میکنیم قاسم خیلی موقع یکی بعدم یه چیز دیگه مشکل اینه که مثلا ببین وقتی که مثلا دولت‌های غربی اومدن از آلمان و ژاپن و اینا حمایت کردن بعد از جنگ جهانی دوم و حمایتی هم از لحاظ اقتصادی هم کردن هم از لحاظ ایدئولوژیکی اومدن رقابت یعنی با اون سیستم کمونیستی جنگیدن و مثلا یه روش‌های بهتری رو معرفی کردن مثلا برای قانون اساسی‌های بهتری رو پیشنهاد کردن و باعث شد مثلا ژاپن و آلمان به این شدت پیشرفت بکنن. مشکل اینه که ما از لحاظ فکری با اینکه کمونیستی مثلا چیز خیلی خطرناکیه و هر چیز عقاید مثلا اون زمان امپراتوری ژاپن هم مثلا خیلی مثلا کمتر خطرناکتر یعنی عقاید مثلا کشور غربی هم کپیتالیسم یا مثلا عقاید عصر روشنگری و اینا خیلی برتر بود از چیزی که تو ژاپن بود و توی مثلا شرق آلمان و اینا بود. خب ولی این عقاید عقاید ضعیفی بودن، بقاشون راحت تر قابل شکست بودن نسبت به اسلام، نسبت به قومگرایی هایی که مثلا توی این کشور وجود داره. ببینید مثلا این عقاید مثلا توی امپراتوری ژاپن یا عقاید کمونیستی اثری عقایدای کوتاه عمرشون کمه. خب اون ریشه هایی رو که اسلام یا قومگرایی هایی که مثلا توی افغانستان و ایران و مثلا بقیه جاها وجود داره رو اون ریشه ها رو نداشتن و همین این کشورهایی که مثلا یه سری عقاید مثلا ضعیفتری رو داشتن وقتی که مثلا سیستمای کپیتالیستی یا سیستمای عقاید اصل روشنگری کشورهای غربی اومد باشون رقابت کرد وقتی که اونا رو برداشتن جاش اینا رو گذاشتن اصلا مردم خیلی راحت میدیدن که این چقدر بهتره. یعنی انقدر به سرعت وضع مردم بهتر شد که خیلی یعنی هیچ کسی لازم نبود بیاد اقتصاد بخونه یا اینکه سیاست بخونه که ببینی که اینا بهترن. برای همین از لحاظ تبلیغاتی شکست این عقاید یه مقدار راحت تر بود برای مثلا کشورهای اروپای غربی یا آمریکای شمالی یا اینا، ولی عقاید مثلا اسلامی یا مثلا عقاید که مثلا تو افغانستان الان بیام نسبت بزنیم این رقابت مثلا پشتوها با قومای دیگه و زبانهای دیگه اینا انقدر ریشه های اینا قویه که به این راحتی نیست که بتونیم بیان بگیم ما یه قانون اساسی بهتری به شما اگه پیشنهاد بکنیم شما ببینید که مثلا چقدر آزادی بیان و دموکراسی اینا خوبه حتما همه اینا رو میذارین کنار دیگه. نه اون به اون راحتی های اون به اون راحتی اونا نیست. میدونی برای همین بود که اون دشمنای اون فکرای مثلا خطرناکی که آمریکا مثلا بعد از جنگ جهانی دوم هم اتفاقا داشت باش میجنگید، حتی خود زمان جنگ جهانی دوم فقط یک جنگ نظامی فقط نبود، جنگ عقیدتی هم بود. اونا انقدر شکستشون راحت تر بود اون جنگای عقیدتی و برای همین آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از زمان جنگ سرد پیروزی هاش باعث شد که نشون بده که چقدر آمریکا مثلا راحت میتونه اینا رو شکست بده. ولی بعد که رسیدیم به یه سری چیزای دیگه مثلا تو عصر مدرن الان همش داریم میبینیم که نه مثلا که آمریکا حتی با قدرت نظامی خیلی شدیدش نمیتونه پیروز بشه بر اساس علیه یک سری گروه های به شدت ضعیف‌تر ولی از لحاظ عقیدتی با ریشه قوی‌تر. برای همینه که ما چیزی رو که ما می‌خوایم پیشنهاد بکنیم برای دنیای آینده همین کارهای فکریه. برای اینکه یک شکستی رو که مثلا شما نگاه بکنین که عقاید با ریشه قوی خورد، یه شکست خیلی بسیار بزرگی همون مسیحیت بود توی اروپای غربی که بعد تو عصر روشنگری مسیحیت به شدت شکست خورد، ولی نه مثلا با این کارهای نظامی و سیاست مداری و اینا، با کارهای فکری بود که اون عقایدی که ریشه قوی دارن فقط با کارهای فکری و تبلیغ فکری و اینا میشه اونا رو شکست داد. خب و برای همین اینها رو چیزی رو که ما پیشنهاد میکنیم اینه که از پایین به بالا کشورهایی که مشکلات عقیدتی دارن و افکاری رو دارن که داره این کشور رو عقب نگه میداره، سرمایه‌ای که باید سرمایه‌ای که باید گذاشته بشه روش که با این جنگید همون کارهای فکری هست. یعنی این مقایسه پیروزی توی این کشورها باید برگرده به همون
سالای 1700 و 1800 توی اروپای غربی، یعنی نمیشه مقایسهش کرد با شکست مثلا کمونیستی یا با شکست همون عقاید آدولف که ما اینجا هم روی یوتیوب خیلی سعی میکنیم نیارمش. قاسم رفتی چی شد؟ اینترنتت قطع شد؟ حیف، شرمنده من زیاد صحبت کردم نذاشتم قاسم.